بسم الله الرحمن الرحیم. بابت تشنج و عدم امنیت روانی که قریب به 20 ساعت گذشته برای همه هموطنانم اتفاق افتاده و به شکل ناخواسته بر اثر یک سوء تفاهم از برخی جملات من در واقع این اتفاق افتاده، به نظر میرسه که جو داره که عذرخواهی بکنم، از این جهت که فضا انقدر فضای متشنجی بود و ناآرامی که برای خود من هم بازتابهای خیلی بدی داشت و من دلم نمیخواد که مردمی که بالاخره همه ما داریم برای اونها کار میکنیم یه همچین تجربیاتی رو اون هم توی همچین فضای ملتهبی داشته باشن. دوشنبه هفته گذشته روز تشییع حاج قاسم سلیمانی توی تهران، جمعیت عظیم تهران، قبل و بعدش داشتن میرفتن قم و اون فضا، فکر کنید که ما یه برنامه رو از یک شنبه شروع کردیم. ببینید هستی که اصلا چیز پنهانی نیست، مشخص این برنامه کی پخش شده. این برنامه 9 روز پیش قبل از سقوط هواپیما بوده. من تو این هواپیما خودم داغدارم، دوستانم از دست دادم، بعد اصلا ربطی به این ماجرای اختشاشات و نمیدونم اینا نداشته. شما ببینید یعنی یه کوچولو فقط اندازه شما 38 ثانیه وقت گذاشتیم، مثلا دیدی 5 دقیقه اضافه می‌کردی فکر می‌کنم اپامات همه. من هم البته از اونها عذرخواهی کردم بابت اینکه این بندگان خدا تو این ساعت ها همیشه احساس کردن که بابا اصلا امنیت ندارن، انگار یه عده نشستن میگن شما باید برین. اگه مثل من فکر نمی من کیم، میگه من اصلا میتونم اینجا تصمیم بگیرم که کی مثل من فکر کنه. این ما هممون مردم یک سرزمین هستیم، هممون مخصوصا تو اون شرایط که شما ببینید چند میلیون آدم اومدن، اونا فقط یه قشر خاص بودن، یعنی دیگه تو اون شرایط که اصلا نمیشد این حرفو زد. یه خود به نظرم اگه این کانتکست و این بستری که در واقع توش این برنامه پخش شده بود اینا رو بذاریم کنار هم، یه کوچولو عادلانه بخوایم نگاه کنیم، همه این مسائل احتمالا حل خواهد شد. من بازم میخوام تاکید کنم که همه ما مال این سرزمینیم، از هر فکر و عقیده‌ای که باشیم و سرنوشت این کشور رو هممون با هم داریم رقم میزنیم و سرنوشت دیگری غیر از این وجود نخواهد.